داده های حزین خدا بندم بخش رتوان در تنگی و جفا خوز روح خود و سپدا تجهیز موده دلهای ما اندر جفا و در تنگی ها مدد کارم یا شب در هر جا خدا گر داده ماست آرهانت ما را از خطرها موی از سرتان گم نخواهد شد این از وعده خدا بندی سر اندر جفا و در تنگی ها مدد کارم یا شب در هر جا همه چیز بر خیلیت شنوندگان عزیز سلام بر شما با امید این که روزهایی شاد و موفقی را در فیض خداوند مهربان سپری فرموده باشید من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش عزیزان خداوند یگانه و مهربان ما همه شما را همواره در هر شرایط و موقعیتی که می باشید بی نهایت دوست می دارد خداوند همچون پدری دلسوز و غمخوار مایل است تا با شما گفتگو کند از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده اجازه بفرمایید تا او توسط متن پیام و سرودهای روحانی این برنامه برکت و آرامش الهیش را عطا بفرماید دوستان عزیز شنونده در برنامه این هفته راجع به بازگشت مسیحی صحبت می‌کنیم. بازگشت مسیحی
عبارت از آن عملی است که طی آن شخص از گناه به سوی عیسی مسیح بازگشت می‌کند. نتیجه نهایی بازگشت به سوی مسیح هم آمرزش گناهان و هم نجات از آنهاست. این شامل رهایی از مجازات گناه هم میشه. با اینکه بازگشت رابطه نزدیکی با توبه داره، ولی با اون فرق میکنه. تفاوت توبه و بازگشت در اینه که توبه جنبه منفی برگشت از گناه را مورد تأکید قرار میده، در حالی که بازگشت جنبه مثبت برگشتن به سوی عیسی مسیح را. توبه موجب پدید آمدن غم و اندوه برای گناه میشه، در حالی که بازگشت موجب شادی و خوشحالی به خاطر آمرزش و رهایی از مجازات گناهان ما. توبه ای از گناهان ما را نزد صلیب مسیح میاره. بازگشت نزد قبر خالی و منجی قیام کرده ما عیسی مسیح. بازگشت مسیحی باید از سایر انواع بازگشت ها تفکیک داده بشه. واژه بازگشت در لغت به معنی چرخیدن یا عقب گرد کردن می باشه. لذا بر اساس این معنای لغوی شخص می تونه از عقیده‌ای به عقیده‌ای دیگر بازگشت کنه. یک شخص می تونه جناح سیاسی خودش را تغییر بده و به این معنی از لحاظ سیاسی بازگشت کنه. یک شخص میتونه فرقه مذهبی خودش رو تغییر بده و بدین ترتیب از لحاظ مذهبی بازگشت کنه. ما در حالی که از لحاظ دانش و بلوغ رشد میکنیم، در واقع به طور مدام از عقاید بچگانه قبلی خود به عقاید درست‌تری باز میگردیم. بنابراین ما از لحاظ ذهنی بازگشت میکنی. به یک کودک میتوان آموخت که برداشتن اسباب بازی از فروشگاه یا چنگ انداختن به صورت بچه های دیگه و یا پریدن به وسط حرف بزرگترها کار درستی نیست. به این ترتیب کودک از لحاظ اخلاقی بازگشت میکنه. بازگشت میتونه صرفاً ذهنی باشه. وقتی کسی عقیده خود را عوض میکنه، او از لحاظ ذهنی بازگشت کرده. بازگشت میتونه صرفاً اخلاقی هم باشه. زندگی اخلاقی داشتن قابل تحسینه، ولی داشتن اخلاق خوب گذرنامه نجات ما از گناهان و ورودمان به بهشت نمیشه. یک شخص ممکنه که از اعتیاد به مشروبات الکلی نجات پیدا بکنه، ولی هنوز اسیر گناهان دیگه باشه. بازگشتی که صرفاً تطبیقی سطحی با اصول و معیارهایی باشه که میدونیم زندگی منطبق بر آنها از ما انتظار میره، یک بازگشت مسیحی نیست. میوه مصنوعی که از شاخه یک درخت آویزونه، میوه اون درخت نیست. برای تولید سیب واقعی یک درخت سیب واقعی لازمه. بازگشت مسیحی یک دگرگونی روحانیه که هم از لحاظ ذهنی هم از لحاظ اخلاقی بر شخص اثر میگذاره. این تغییر اراده او را نیز تحت تأثیر قرار میده. بازگشت مسیحی به منظور و معنی تغییر امیال و آرزوهاست. این یک اعتقاد و اطمینان قلبیه که دورنما و سیر اعمال شخص را کاملا دگرگون میسازه.
وقتی کسی به سوی خدا بازگشت میکنه، در واقع به سوی هدف اصلی که خدا برای او در نظر گرفته بازگشت نموده است. دوستان، در اینجا به توضیح طریق بازگشت میپردازیم. طریق بازگشت. خدا همیشه به اراده انسان احترام میگذارد. وقتی او انسان را خلق کرد و به وی موهبت والای شخصیت را ارزانی داشت، در واقع موجودی را آفرید که میتونست با او به مخالفت بر بخیزه و از او دور شود، و یا اینکه او را برگزیده و به سوی وی بازگشت نماید. از سوی دیگر این خود خداست که انسانها را به سوی خود باز می‌گردونه. می‌توان جنبه‌های انسانی و الهی بازگشت را بدون کوچک شمردن اراده آزاد انسان یا تعدی و تجاوز به سلطه و حاکمیت خدا باز شناخت. صرفاً جنبه انسانی بازگشت را دیدن به این معناست که خدا را به عروسکی که تابع هوس‌های انسان و اراده انسانه مبدل کنیم، و صرفاً جنبه الهی آن را دیدن به این معناست که انسان را به مهره‌ای چون بر صفحه شطرنج که هیچ مسئولیتی در قبال اعمال خود نداره و از هر گونه انتخابی عاجزه تبدیل نماییم. وقتی به یاد میاریم که این تصمیم خود خدا بوده که انسان را با اراده آزاد بیافرینه، و این حقیقت را در نظر میگیریم که عملکردهای اراده انسان در حیطه مشیت الهی قرار دارن، در میابیم که سلطه و حاکمیت الهی به هیچ وجه اراده آزاد انسان را تحت شعاع قرار نمیده. از شأن، عظمت، حاکمیت و سلطه الهی به هیچ وجه کاسته نمیشه وقتی به یاد میاریم که او همیشه اراده و تصمیم انسان را در نظر میگیره، زیرا برای چنین مخلوقی انتخاب داوطلبانه خدا صرفاً به جلال او می‌افزاید و شأن و اعتبار آن سلطه و حاکمیتی را که چنین قدرت انتخابی به انسان ارزانی داشته بالا می‌برد. وقتی انسان به سوی خدا بازگشت می‌کند، تنها به خدا اجازه می‌دهد که پشت فرمان بشینه و کنترل ماشین زندگی او را در دست بگیره. کلام خدا در مکاشفه فصل 3 آیه 20 می‌فرماید: اکنون در مقابل در ایستاده در را می‌کوبم، هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید داخل شده، با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. خدا را شکر. دوستان، دری که خداوند در این آیه بدان اشاره میکنه در قلب ماست. خداوند به صراحت میفرماید او با روح مقدس خودش بر در قلب ما ایستاده و اجازه ورود میخواد. دستگیره باز کردن اون در از داخل در دست اختیار من و شماست. خداوند به زور وارد زندگی ما نمیشه، بلکه او به اراده و اختیار ما احترام قائل شده و بنابر خواست شخصی خود ما به زندگی ما وارد میشه. وقتی خدا کنترل را در دست گرفت، مسیر حرکت را عوض میکنه. انسان مثل طفل کوچکیه که پشت فرمان اتومبیل نشسته و از کنترل اون در مسیر خطرناکی که در پیش داره عاجزه. وقتی اون نزد خدا برمیگرده،
به او اجازه میده که فرمون رو در دست بگیره. بدین ترتیب انسان نزد خدا باز میگرده و خدا نیز انسان را به مسیر راستی و عدالتی که منظور داره باز میگردونه. بنابراین کاملا به جاست که از خدا درخواست کنیم که ما را بازگردونه و درست همونقدر به جاست که خدا از ما بخواد که بازگشت کنیم. این توسط پیام خوش انجیله که انسانها نزد خدا بازگشت میکنند و خداوند آنها را به نزد خودش باز میگردونه. ای دوست بحر رو جانش بترکم آزادی بخشد تو را از چنگ دوستان، داریم راجع به بازگشت صحبت میکنیم، بازگشت مسیحی. از آنجایی که بازگشت به معنی برگشتن میباشه، آنانی که در جهت نادرست گام برمیدارن خوانده شدن که از مسیرهای گناه آلود خیش بازگردند. این دعوت همه انسانها را شامل میشه، زیرا همه گناه کردند. به طور کلی دو نوع دعوت به بازگشت هست، یکی دعوت عام و دیگری دعوت خاص. دعوت عام خداوند به همه تعلق میگیره، در حالی که دعوت خاص تنها به آنانی که پاسخ مثبت میدهند. دعوت عام برای آنانی است که خدا ایشان را می‌خواهد، زیرا او می‌خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی او بگرایند، در حالی که دعوت خاص برای آنانی است که خداوند را می‌خواهند. اشخاص بسیاری هستند که می‌گویند خواهش میکنم مرا معذور دار، ولی انسانهای بیشماری هم هستند که میگویند ای خداوند مرا به یاد آور. مسیح همه انسانهایی را که نزد او باز میگردند میپذیرد، چون او نمیخواهد که هیچ کس هلاک گردد. یک نگاه به جلجتا، یعنی جایی که مسیح برای نجات بشریت جان خود را داوطلبانه بر روی صلیب داد، هر سؤالی را در مورد محبت خدا نسبت به جهان و نیز اشتیاق او برای اینکه انسانها با ایمان نزد کسی که برای ایشان قربانی شد بازگشت کنند برطرف می‌سازد. هر انسانی سرنوشت خودش را با پذیرش یا رد کردن عیسی مسیح تعیین می‌کنه. همه کسانی که اشتیاقشون برای خدا آنقدر صادقانه است که برای دست یافتن به نجات نزد عیسی مسیح بروند، کاندید مناسبی برای بازگشت می‌باشند، زیرا مسیح برای همه انسان‌ها مرد. سوالی که هر یک از ما باید به آن پاسخ بدیم این نیست که آیا من کاندید مناسبی هستم یا نه، بله اینه که من با دعوت عیسی مسیح چه کردم.
از جنبه منفی، بازگشت یعنی رجوع و رهایی ما از مرگ. بازگشت همچنین به معنی نجات ما از هلاکت نهایی. از جنبه مثبت، بازگشت ما را از طریق وسیع به راه تنگی که مودی به حیات است باز می‌گرداند. اراده تحت کنترل قرار می‌گیرد و در جهت تمایلات درست و اهداف پرارزش به کار گرفته می‌شود. بازگشت همچنین قدم‌ها و زندگی ظاهری ما را با اقرار و اعترافمون منطبق می‌گرداند. بدین ترتیب ایستادن ما در مسیح شهادتی برای دیگران می‌شود، زیرا کیفیت زندگی مسیحی ما را با آن وفق می‌دهد. این بدان معنا نیست که ما از حرکت و پیشرفت باز می‌ایستیم. ما پیوسته به طور مدام به صورت خدا متبدل می‌گردیم. بازگشت به ما شهادتی هم در نزد خدا و هم نزد انسان می‌بخشد. ما به رسالات زنده‌ای مبدل می‌گردیم که پیغام نجات و محبت خدا را به انسان‌ها می‌رسونه. زندگی ما و قدم‌هایی که روزانه برمی‌داریم در واقع گام‌هایی است برای معرفی انجیل مسیح به مردم اطراف ما. بله عزیزان، حال یک سوال اینجا باقی می‌مانه و اون سوال اینه که آیا من و شما با مسیح چه کرده ایم؟ در خاتمه صحبتمون راجع به موضوع بازگشت به نتایج بازگشت می‌پردازیم. یکی از نخستین نتایج بازگشت نجات از مرگ می‌باشه. بازگشت ما را از راه فراخی که مودی به عذاب ابدیه به راه تنگی که به حیات ابدی می انجامه باز می گردونه. حیاتی که از طریق ایمان به مسیح همکنون از آن برخوردار خواهیم شد. ایمان ساده به مسیح حیات ابدی را به ما عطا خواهد کرد. یکی دیگر از نتایج بازگشت اینه که گناهان ما را محو می کنه. کلام خدا در اعمال رسولان فصل 3 و آیه 19 می‌فرماید: پس توبه کنید و بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردند. آمین. دوستان، پنهان کردن گناهان با محو شدن آنها تفاوت داره. اولی تلاش برای مخفی کردن گناهان توسط مدفون کردن آنهاست، ولی بذر گناه دوباره جوانه خواهد زد و پنهانکاری را برملا خواهد ساخت. در حالی که محو کردن گناه عبارت است از دور کردن گناه از شخص به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است. کلام خدا در اشعیا فصل 43 و آیه 25 می‌فرماید: من هستم که به خاطر خود خطایای تو را محو ساختم و گناهان تو را به یاد نخواهم آورد. آمین. عزیزان، بازگشت همچنین برای ما شفای روحانی برمقان می‌آورد. دور شدن از مسیح یعنی دور شدن از تنها درمان حقیقی روحمان. بازگشت ما را از مشارکت با خدا بهره‌مند می‌گرداند. نخستین دعوت ما برای مشارکت با عیسی مسیح، این دعوت بر هر دعوت دیگری مقدم‌تر می‌باشد. Thank you.
دوستان، ما برای این که بتونیم از خواست عالی و نقشه های مقدس خداوند برای زندگی های من آگاه بشویم، باید اول با او آشتی کنیم. راه آشتی با خداوند و تماس داشتن با او تنها در ایمان به عیسی مسیح به عنوان منجی و پرداخت کننده تاوان گناهان من میسر می باشد. عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا جان خود را داوطلبانه داد تا تاوان گناهان ما را یک بار برای همیشه بپردازد. در ایمان به عیسی مسیح گناهان ما آمرزیده می شوند و راه ارتباط مستقیم ما با خداوند گشوده می گردد. عیسی مسیح در انجیل مقدس می فرماید راه منم، زندگی منم، راستی منم، هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. بله دوستان، تنها راه رسیدن به خداوند عیسی مسیح می باشد. راه به خدا رسیدن مذهب و اجرای مراسم مذهبی نیست. راه به خدا رسیدن و از آمرزش، آرامش واقعی و حیات ابدی او برخوردار شدن همان راهی است که او خود در عیسی مسیح به ما نشان داده است. این راه امروزه برای شما مهیا و آماده می باشد. کافی است که فقط از او بخواهیم. در اینجا از شما دعوت می کنم تا با هم به حضور خدا دعا کنیم. پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به بخشش تو احتیاج دارم. من ایمان می آورم که عیسی مسیح با مرگ داوطلبانه خود تاوان گناهان مرا یک بار برای همیشه پرداخت. مرا در نام عیسی مسیح ببخش و با روح مقدس خود به قلب و زندگی من بیا و از آن برای جلال نام خود و خدمت به دیگران استفاده کن. در نام عیسی مسیح این دعا را به حضورت می آورم و با اطمینان دریافت می دارم. آمین. خب عزیزان شنونده، چنانچه شما این دعا را به حضور خداوند برده اید و حال مایلی تا اطلاعات بیشتری راجع به عیسی مسیح و انجیل مقدس داشته باشید، لطفاً با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. همچنین اگر شما مایلی تا این برنامه و برنامه‌های کامل ما را مجدداً بشنوید، می توانید به وبسایت ما radioaramesh.org مراجعه بفرمایید. با تشکر و سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراهی فرمودید، تا گفتگوی دیگر، فیض و آرامش خداوند با شما باشد.